امشب دوستان فراموش نکنید ما یک برنامه داریم که پیش یکی از دوستان میریم که ما را دعوت کردن. خوب بولانی مزه‌دار آماده میسازن. شب ما را دعا کنیم که آقای صاحب نگاه کنیم. ولی نه با گفتم من گفت نخواد باشم. داش کم سری یه چیز لذت نمی داشته باشه، آدم که اشتیاش خوش باشه، گشنه باشه، حتی نان خوش که بخوری از کباب که از یافتن مزه میده. سلام و درود و خسته نباشین هموطنای عزیز، آرزوی صحتمندی و سلامتی شما را دارم. خوشحال هستم که بازم شبهای کابل آغاز شده و بنده در خدمت شما فیصل هستم. امشب ما آمدیم به فضای بیرون شهر و میخواییم که یک برنامه خیلی جالب دیدنی خدمت شما تقدیم کنیم. امی لحظه 7:30 شب است و ما به نزدیک پل باغومی هستیم، امی رسته زرگریا و کلچه فروشیا و میقسم بیشتر تا سر زیرزمینی که میره. خوب یک بازاره که پر جمع جوش است که معمولا تا ساعتهای 9 شب خرید و فروش جریان داره. امشب دوستان فراموش نکنید ما یک برنامه داریم که پیش یکی از دوستان میریم که ما را دعوت کردن. خوب بولانی مزه‌دار آماده میسازن. حاجی صاحب شیرآغا که یکی از کسایی است که برای اولین بار امیر رواج ساختن که بولانی مزه‌دار به سطح شهر بیارن و تا امروز نام خدا مشتری های بسیار زیاد داره. گرچه شب از حالا اگه ما برسیم شاید مشتری هاش هم کمتر باشه، اما میریم دیگه. تا حال منتظر ما هستن، خوب خسته و زله هم هستن. چند دقیقه همراهشان صحبت های شیرین می داشته باشیم. شما هم بیننده شبهای کابل باشین. خب دوستای عزیز رسیدیم به امی کوچه که نام خدا زیاد مشهور است و ناوقت شب هم شده دیگه. آقای صاحب منتظر است اونجا، نیم ساعت یا یک ساعت میشه که منتظر است. خیر امروز یکم امشب یکم ناوقتر خانه بره. دوستا آقای صاحب این هم یالم مشتری هایی را اعلان میتنم، یالم پخته که در روان از بونه. السلام علیکم آقای صاحب، قد خوب هستین؟ بخیر سر چیما خوب؟ مکبال جان چرب از فکرت باشه که قطعا کمه سر بخی چرب میشی. خیر از میگه آدم دا آسیا در آیا بگرد نمه برایه. خب اول سلام و احترام خدمت شما، بسیار خوش شدیم که ما را میمان کردین. قد میمانم از این برادرهایی که میان بولانی میخورم فکر نمیکنم یا مشتریم هستن، فکر نمیکنم یا میمانم هستن. مثل که صاحب خانه هستم. خب آی صاحب خان، برنامه شبهای کابل است. امشب یکم ناوقت هم شد، یک سلام و عرض ادب اگر با دوستام دارین. سلام به تمام برادرایی که میبینن ما را از صفحه تلویزیون. تو خب من خود اگه معرفی کنم یا نکنم، من مثل یک آثار قدیم وارستم، همه برادران ما را میشناسند. چند سال میشه ای صاحب همی خودتان هم اینجا هسته؟ تقریبا 31 سال میشه همی کار میکنم. 31 سال؟ 31 سال نصف عمر انسان است. تقریبا دیگه 31 سال که شما گفتین دیگه بسیاری دوستای ما تولد هم نشده بودن. نه نه جوانای امروز همین بچکایی که خیلی خرد بودن که در نظر میان حالی که میبینیم صاحب ریش برود هستن، حتی من میشناسم شونه او هم میشناسن. حاجی صاحب یکی از کسایی هستن که بسیار شهرت بخصوص دارن. این یکی از مشتری هم همین لحظه بولانی خریداری میکنن. خوب هستین بزرگوار؟ قرار بخیر خوب بخیر. چطور که این طرف دور خوردین؟ والا طرف شیرآغا که میمت من اینجا خمار شو از بولانی میشیم و میالوش تو کایم کدام است گفت اگر تگون اگر بولانی فروشی واد باشه یک چند اون بگی شب ما را دعا کنین که آیسای به نگاه کردیم. والا اینه با گفتم گفت نخواد باشه خواه که تیشتم دیدم که دوکان واد بود دور خورد مترستاد کنم آمدم. خیر باشین برکت ببینین سلامت. این آیسای ما
که باشین فایده میکنین نقص نه. شما خیلی یک برکت هستی، برکت. سلامت زنده باشی. خب چند نفر شاگرد هست آی سای باله؟ اگر ما پیشتان بیاییم ما چون چیز از ما هم ساخته است یا نه که اگر هم بولانی پخته کنیم یاد بگیریم؟ به شرطی که آرتپور نشی، چرب نشی. خیره چی گپ ها را. خب از دوستا خیلی ما میخواییم امروی آی سای قرار که وعده کرده بودن گفتن خودت هم یک بولانی پخته کن که میتونی یا نمیتونی؟ که اگه میتونی برو میتونی انشالله انشالله خودت باش در بالای سرم بیا ما قیطه هستم دوستا بیننده باشین چند تصویر زیبا ببینین از اینمی بولانی های مزدار دیگه انشالله که ما هم آماده میشم که بخیر بولانی را آماده بسازیم خب آیسای محترم از کجا بخیر شروع کنیم؟ خب کاراج خو خیلی جنجال این کار ما قریدش کاریت که بسار زیب خب تا که کچالو جوش میتی و چنگی که درست میگه خب از اون مگذاریم وایت هم درست که مک آلتای وقت هم زغاله که بین چرا هم زغاله میکنی؟ مقصد ما دو شاگردای تیار خور است مگم بسم الله بگویی انشاءالله نه همون که در آمدیم دمی اول اینمی چی میگن پیشبنده که بسته کدم؟ پیشبند میگن ایرنی؟ آه بسته کردم دیگه از امون روز از امون لحظه آمادگی گرفت بخیر سید بسم الله کن دیگه شروع کن انشالله مقصد از من از کار کردن اون کده خوراکم زیاد سید هر چقدر بخوری ما خود یه خود سرخان سخیسته یه خود سرخان بخیل نیست فضل خدا شاگردارم بازیگام تا میبرن خانه یا نه؟ مطمئن هستن به خودشان شاید که معلوم باشه دیگه تو از عطایی که هر که مشکلات داشته باشن ما در خدمتشان هستم بدون بولونی خیلی چیز نیست میبرن خانه نیست که انان من رمز سوی پیدا کردن دین پولیت یک بولونی پزی جو ما خود اخلاص اخلاص من ما خیت کمک هم میکنم باید خدا تا توفیق بده بله ها گاهی صاحب که یک چند وقت شاگردی میکنه بود دعا کو خلاص کار جو ها تو خوب ببینم چرا قم زغال میگی تو زغال کو میمونم که پشت می آی صاحب ویرا شروع میکنیم بخیر میمونم که من باز برشون از بولانی آماده میکنی اگر ماشک و منتو هم آماده میکنی وقت که در فکر ما از بولانی کده اوسانه چیز خوبش در فکر ما خیلی چیز در بازار نیست که چرا اگه اینو نو اوسانه نباشه چیز خوب نباشه این ما قدر وقتی که ما بولانی پخته میکنم تو روزی که ما بولانی نخورم ما میگم چیز گم کردیم این واقعیت که میگم همین شاگردای من حتی که یگام جایی که میمون میشن یگام جایی که میرم در دکان که یگام روغن میگیرم آرد میگیرم او میگه بولونی ناوردی او بعد در تایی جایی بیام یخ میکنه فیزش مزه دمو خودم صد دکان است گرم گرم با تخم با چگنی مزهش ویجا بالاتر است که ما تایی پیش تو بیارم اگه خنک میشه یخ میکنه راست میگه خب شروع کنیم دیگه خی بسم الله الرحمن الرحیم دوستا خی من مایک هم میمونم دیگه حالا سینا را بر میزنیم توکل به خدا خب آی صاحب خدا تو طرف او طرف چال دریا موندی من ای چال دریا موندم خب تو درست که بگی تو بولای نه اوار که جور که من تا برد من دازم آی صاحب ایچ خوب اینه که یک سبته که تخمه میجا موندی که سر دست همه تو آماده تخمه دو تخمه ای تخمه من خدا خدمت مردم هستم تخم دار بگن یک تخمه یک تخمه دو تخمه دو بگن دو تخمه برشان پخته میکنم قد تعلق به اشتیاشان داره خوب است خب دوستای نه زغاله را که ما گرفته بودیم اینجا دیگه امیر چی میگن دمی آشگس اوارش میکنیم یک بولونی خوب مزدار تخمدار براتون آماده میسازم دیگه هوای دان برادرای که ترم میبینن هوای دانشان میره دیگه که کجا باشیم بخوریم دیگه انشالله مرک ببینید کار مطمئن باش که راضی میشی شما خوب هستین ان شاء الله سلامت باش خدا چی کار میکنی جا سلام عرض ادب شعیب هستم بچه های شیر آقا کار ما پرکاری بولونی است ها شعیب جان شعیب جان تنبل است یا لای نه خدا که تقلید که 10 تا شاگرد به قاعده نمیرسه اگه نباشه کار ما بسیار سست کن پیش میره یعنی تو که پدر بچه را تشویق کنه یک چیز جور میشه فضل خدا نام خدا بچهای ما هر کدامش به طور هستن همه 3 تا بچه زندار جوان دارم هر بچه ما قاعده 10 تا شاگرد کار میکنه خوب است انال لگه بخیر زغاله اینجا خوب آردم داره دیگه
خیر از دیگه در خانه من هم یالم میگم عرض خدا میکنم که من چیز نگویند در خانه انشاءالله چیز نمیگن. نه نمیگن انشاءالله. میفهمن که یمکاری کتما میکنی برادرها که بخورن بولونی تو که سفید نشی یا آرپور نشی خیدگر چی میشه دیگه. ما خدمتگار مردم هستیم. قربانت آی صاحب اینه چه خوب آدم خوشخویی چه خوب در این نصف شب ما آی صاحب آمده ایم تا این وقت منتظر آمه هستن. خوب از دوستا شما هم چند تشریف ببینین که ما بخیر این بولانی رو تا آماده میسازم تا او طرف دیگه باز قصار می داشته باشه. خب دوستای بولانی رو دین در این مرحله رساندیم دیگه شعیب جانم زیاد کمک کرد. سلامت باشی. میبینی که چه رقم عرق ریختیم اینجا گرم هم هست نزدیک تاوی روغن هم هستیم دیگه نام خدا دیگه سخت است حاجی صاحب. صاحب او طرف مانده خیر اینال انشالله که این بولانی پخته کن دیگه گپا رو میداشته باشیم امروشان. راستی که بسیار بولانی پخته کردن بسیار کار مشکل بود. امی کار ما جنگ ای ریزشکاری دا قرار مشکل نیست که وزن بالا را بلند کن. ای یک ریزشکاری داره یک زحمت کار داره. امی یک هم دفعه امی شیر آدم خانه بولانی پخته میکنه جان پرسان کن که امروز چقدر تو خسته شدی؟ این واقعا زیاف نظام واقعا همی بولانی و آشک و منتوی نیمی بسیار جنجال زیاد جنجال دار دیگه ما در وقتی که ما بولانی پخته میکنیم برای همشیرا بسیار آسان شده. یک ده تا بیست تا بولانی کار میشه یعنی یک پنج سکه میارن میبرن ما خدمتگارشان هستیم. دو روز یک سیاسر میجا آمد یک چیز گپ کم زیاف زد گفتم همشیرا جان اگر میدخم بولانی تو پخته کردی ما دانی صدر با پیشت میخرم. واقعا خود بولانی بهترین کباب خانم‌ها پخته میکنن یا آقایان گفتیم آقایان پخته میکنن مردا پخته میکنن نیست بهترین قابلی را امی مردا پخته میکنن امی سیاست رو از والا فاز دیگه نام خدا خدا انصافت مقصد حاجی صاحب متوجه باشی که خانه با چیز نگوید گپای کتا کتا میزنن مگم نه ما مردا رسیدن نمیتونن مقام مرد خداوند مقامش بالا کرده دیگه خانم ما هم خوبش پختم خوب ما خدمتگارشان هستیم اکبر نادیده نه اینکه باز نقص میگی صاحب عروسی کردین لطف خدا یک عروسی یا دو عروسی یک تاره که جواب گفتم میتونه که حال تو دین تاره خوب است دوستا بولانی که آماده کردیم اینمی بولانی است اینال بخیر نوش جان بکنیم انشالله امیر دو نفر که بخوره سیر میکنم امیر تو یکان برادرها که میانده داخل میشم میگن دو تا بولانی میتیم میگن برادر امیر یک تا میتیم اگر خوردی دیگه هم بیام من خود خدمت تستم خدا نداره که دم یکی سیر میکنم کم میبره پان میره میخونه میگه خدا تو را خیلی بتر امیر خیلی بینید با ما زیاف هسته گفتی بولانی خوب با ما تو پر کیف هست نمیفهم یک بولانی برای یک نفر کفایت خود کنه امی بولانی ما هم مزناک است هم یک نفر کفایت میکنه که سیر کنه تو فکر کنی که یک خوراک نان است یکم برادر که میام میگه دو تا بته میگم برادر تناس یا کس دیگه کیت است میگه تناسم خم یک تاره ببر و خوری دیگه هم میتم تا اول بر مادم بالا میشه تو فکر کنی امی وزن ازی تو فکر کنی که از نیم کیلو بالا است شکم انسان چه قضا ضرورت داره چه استقاق ضرورت داره از این جواب خوردن میشه بازی که میره میخوره پس مادمایی که یک ذره چی باشه متوجه شکم باشه و چقدر میخوره بازو دو تا را زیاد خوردن میتونه ما تو نفر ندیم که دو تا بسیار میشه همین اشتیای آور بسیار اشتیای بالا باشه هر دو تا را زیاد خوردن میتونه خب آیسا بقند امی چی قصه داره که کلگی پیش خودت میای بولونی خوردن امی رمزش فرمولش بگو امی یکی خود هر کاری که اخلاص باشه خود رو اونق پیدا میکنه ما خواهم نیتم هست که اگر خیلی متن توانم کردم باید یک برادر سیر کنه یک برادر ای تو راست که امی کار ما کست ای کار بولانی باید امی کنسل همه چیز پیدا کنی کنسل کچالو یافت نمیشه چهات که دم دکانا گشته باشی کچالو بسا بی غیرت چیز است زود ترش میکنن زود خر امی بعض برادرایی که اگام جای بولانی پزی میکنن شاید آواز ما بشنن ما خو منو فکر کنی که شاید استاد شان باشم چرا که به ما وقتی که من می کار شروع کردم دمی تمام شهر کابل هیچ امی کار نبود
این بولانی پایز نبود. وقتی که من کمی یک سال یک سال دو سالم تیر شد و دیدیم که اگهان برادرها اگه همجوری پخته بکنن ما در غیر از اون من خو نیده بودم در شهر کابل شاید که مردم مرا منو گب ما پیش نبود بفهمه که واقعیت هم که نبود در شهر کابل وقتی که می کار شروع کردم دیدیم که میتون میچلک کم تو این مردم یه بسات دو روز بروز زیاد روز داره روز بروز مشتری زیادتر شد ما امیالم امی بولانی ما الحمدلله شکر روز اولی که پختم جور میکنم تاباله نه در زغالش فرق آمده نه در موادش نه در هیچ چیز فرق آمده یکان برادرها که اشکمش سیر میباشه میاد که میبینه در اشکم سیری هیچ چیز لذت نمیداشته باشه آدم که اشتیاش خوش باشه گشنه باشه حتی نان خوش که بخوری از کباب که از یافتر مزه میده خوب است آدم با اشتیا می باشه بله. اگه سیر باشه هیچ چیز مزه نمیده آدم راستی هم یکم تو دگه میگه سر سیری یک لقمه پنج سیری دگه بیخی دگه باز سخت تمام میشه خوب است حاجی صاحب خیلی میریم این بولانی را کاملا ساختیم اردوگاه که ما موجه میشینیم ما مالا گوش نشدیم خوب است دیگه ما تاوال چرا که ما سات سه با یک تره خوردم پس حال گوش نشدیم چند تا بولانی نوشیدن میکنه ایسا از یاب شاید دو تا از یاب خوردن میتانم دیگه دو تا رو میخورم دو تا دیگه خیلی زیاد از نام خورم یک تاشه خب باید مده چاش بخورم یک تاشون با شام بخورم دیگه و شام که در خانه میریم و چند نام بگم شو نان دلم دیگه نمیشه چرا ما سیر میباشم دیگه خوب است خب دوستا همین بولانی نوشیدن میکنیم دیگه بازم قصه ها کم بیش میداشته باشیم آی صاحب چه خوب یک جایه که بسیار آی صاحب اینجا یک دقیقه که صدا یک تا داشته باشه اینجا تو جایی است که بسیار معزز بعض برادران میان امی تو اینقدر خوش میشن که یک بولانی میخورن چی میگن در بازار بولانی خوردن خو تو مثلا نمیده که لبسرک ساش یک بول با ای تو جایی که بیایی اینجا دو چگنی ماست هر چی که بخوای تو بیایی که بشینی بخوری خیلی لذت داره ایجا. خوب است کجا بشینیم آی صاحب خوب است خوب است آقای صاحب دیگه زیاد زحمت هم کشیدن اینیم دسپخت خودم از دیگه دو دان تخم چطور بخته شده خواهی مزه نمیتا مطمئنن که مزه میتا مطمئنن خوب است آقای صاحب خودت بشید پالویم دیگه رقمی باش که اینجا به مو سیستمش بشینی که قصه ما خودت همه تو ادامه داره دیگه این بولانی را خود دوستا شما هم دیدین شاید بودین که ایره من پخته کده میره حاجی صاحب پخته کدامش خوبش آمده اردوش خوبش هست او دو دان تخم دبایی نیست هست این تخم نداره خب فقط در مزه فرق میکنه دیگه تعلق به اشتیا فرق داره اگه اشتیا هم که جور باشه و نر کنه میشه خوشت نه بخود دیگه بعض برادرها تخم دار خورده نمیتونم مگر دکتر پریزم کده من خود نصف شما برد میخورم خاطر که میکسی که کم وزن داشته باشه ایره باز میگه نه صرف شب باید کم نان بخوره خب ما خب برابر که بگم یک اون برادر میاد که وزنش بالاست میگم می کچالوش کم پرتی کنم من بسیار چاق هستم دوام چاق میشم و بسیار کچالوش کم اندازم تو خودت پخته کردی کچالوش تا که انداختی زیاف انداختی خودت انداختی خب خود. مرم میشه که این همکارام همکاری کنه بیخی سعید خوب است این دوستا آی صاحب خوب یک دوغ مزدار اول میخوایم امیر مزیشه بچشم تو بچشم تو بخور بسیار مزه میدم بسم الله الرحمن الرحیم آقای صاحب واقعا بسیار مزه‌دار است دو خوب از ماست وطنی آماده شده حتی که ما از هر کس نمیگیرم چرا که از فارم میگیریم که مشخص تازه است از با ما امی ما ساخ و ضعف است امی واقعا در بازار امی چیزی من تب مامون میشه دل مامون میشه بسیار یک نازک طبیعت هستم امی چیزی به خود فکر میکنی به من خلق فکر کن امی ماسی که از فارم نباشه از هر اره اره مده میگرم بازی از فارم مستقیم به میان این اتکانه برم میایی آجی صاحب اینه دیگه این اخلاص دوستا از مردمای قدیم آدم یاد بگیره و خوشبختانه مو اخلاص مو برکت هر چیز در دسترخانه که آجی صاحب آماده کرده دیده میشه خب حالا دیگه حرفا را کوتاه میسازیم و میایم بولانی نوشجان میگیم باور کنید یقین که می کچالو تا که خالیش هم خامش ششته نشه ده بیلر ما جوش نمیتم امی خامش پا میشویم پایپ دارم بازی را پا جوش میتم واز ما صافش میکنم این آیی صاحب دیگه کل مراحل برتون همه تو صادقانه تشریح کرد واقعا همین چیزی که آیان میگه چیزی که آیان از حاجت به بیان هیچ نیست ان خود اجازه است بخیر دیگه بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم
دوستا بولانی تخم دارم شما دال نوش جان کردین نکردین نمیفهم خب مرا راستی که کیف دادم میرم این لحظه آی صاحب کدام قصه دیگه هم داره نمیفهم چی گد کردین کدام مساله مخصوص است چی است نه خدایی هر طوری که بر وقت پیاز سرخ میکنیم گلابی میسازیم بعد این گد میکنیم بعد این دیگه مساله هم داره حتی تخم گشنیز داره دیگه خوشبویش هم تاثیر موست این تخم گشنیز است اصلا این حال بولانی را که زیاد خوشمزه میسازه همین تخم گشنیز هم میسازه بله تخم گشنیز میسازه بله گشنیز هم گشنیز خوشمزه میسازه دیگه مواد دیگه هم هست مندازیم مگه هم سیری چیز نمندازیم مقصد کم کم رمز است بشتان گرفتم یعنی یاد گیرده خلاص استاد چیز کنم کدام بولانی پدی باز نکنی یاده با یاده با رقابت نکنیم من در خدمت هست روزی شوخی میکنم شوخی میکنم سلامت آی سای بقند نه هر کس خدای پاک یک استعداد یک توانایی داده دامو رزقش حواله کده خوب است آی سای هم گوش نشده دوستا ما میریم میره نوش جان کرده اما تا آی سای استان میریم تشکر آی صاحب قند از امرایی شما از مهمان نوازیتان از این بولانی مزدار و اگر کدام گپ و گفتنی آخر دارین در از طریق برنامه شبهای کابل میتونین گپ های دلتان رو بگوین نرا خدا من یک آرامی رو بیاره در سایه امنیت که ما شما زندگی کنیم هر کس میتونه که تو اگر نمیدیم خوفت حالا خوفتان هست نیم نه ما تا بال قلوخ نمیپام چرا که اما گیگو از بازار میره اگر امنیت باشه مردم تا 12 بشه 11 بشه می باشه خدایا خداوند یک امنیت بیاره یک آرامی بیاره که زیر سایه اسلام زیر سایه پرچم قرآن کریم و شما زندگی به سر ببریم خداوند یک آرامی را بیاره برکت باشه سلامت باشه خدا نگه خداوند کل اسلام آرام داشته باشه ما شما را زافتر برادرای مؤمن افغانستان زافتر قربانتون تشکر تشکر هموطنان عزیز از همراهی شما هم شبای کابل بود که بسیار همتو خلاصه همتو فشرده براتون آماده ساختیم برنامه امید مورد توجه شما قرار گرفته باشه از دعای خیرتارم ما را فراموش نکنین با امید فردای بهتر از امروز خدا نگهدار تا دیدار بعدی